خط تو امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر من را به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود به شما، شهرام سبزواری هستم با یک ویژه برنامه نیروهای مسلح زاگرس. این بار هم باید مدنه رو تحمل کنید چون حامد ما مرخصی بوده، رفته دنبال مسائل خانواده. من و جناب تمیزکار و یکی دیگه از دوستان پلیسمون امروز در خدمتتون خواهیم بود راجع به مسائل معیشتی و از مسائل روز اخباری که میشنویم با هم صحبت کنیم. همین که قبل از اینکه بیایم به این برنامه شنیدیم که بالگرد رئیسی و همراهانش اون آقای دیلاق امیر عبداللهی و آیت الله ظاهرن آلاغا هاشم آلاغا سقوط کرده و در مناطقی هست که نمیتونن بهشون دسترسی ندارن، ظاهرن مه گرفته اونجا. هرچند عربای روسی باعث شادی مردم شدن، ولی خب رئیسی مسئله اصلی ما نیست، رئیسی بره یکی دیگر میذارن جاش. اینو نکته رو داشته باشید، با رفتن رئیسی جمهوری اسلامی نمیره، باید خیلی از این رئیسی ها برن تا جمهوری اسلامی برن. میشنویم جناب آقای تمیزکار رو و در خدمتتون هستیم. درود رضا جان، خوش اومدید، میشنویم شما. از ادب و احترام خدمت شما و بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم امروز. امیدوارم که بتونیم در کنار هم یک قدم رو به جلو داشته باشیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی و آبادی و آزادی کشور عزیزمون ایران. رضا، امروز میخوایم راجع به معیشت نیروهای مسلح خصوصا پلیس، چون شما عزیزان از پلیس هستید، هم شما هم جناب کامیار که به ما اضافه خواهند شد، میخوام راجع به معیشت پلیس صحبت کنم و این پلیسی که از نیروی انتظامی الان در ترکیه گیر کرده و هفته پیش ما در موردش صحبت کردیم و فکر کنم آقای شهرتی فیلمش رو داشته باشن که بتونن پخش کنن، اون پیام درخواست کمکش که از کمپ دیپورتی داده بود، میخوام راجع به اون یه توضیحات مبسوطی شما بدید تا ما دوباره خدمتتون باشیم. ممنونم، متشکرم. بگو رضا. از حضور شما که ما باید ساختار پلیس رو در دو بخش مشخص کنیم، یک بخشی که حالا سمت مردم هستن یا حالا زندگی روزمره خودشون رو دارن، یک سمتی که سمت حکومت هستن، یعنی اون لایه‌های فرمانده ها از حضور شما رتبه های بالاتر، که اینها برای این که اون حرص خودشون رو ارضا کنن، اون قدرتی که میخوان رو به دست بیارن، از هیچ تلاشی دریغ نمی کنن. و خب حکومت هم اینها رو حمایت میکنه، حقوقهای خوب دارن، وامهای خوب به اینها تعلق میگیره. ولی خب این غش عموم نیروهای مسلح علی‌الخصوص پلیس نیستن. عرض به حضور شما قشر دوم، دسته دوم پلیس ما همین پلیس هایی هستن که شما در سطح کشور داره میبینید، حالا در معاونت های مختلف مثل انتظامی، راهفر، یگان امداد و و و دارن خدمت میکنن. اینها عمدتا از افرادی هستن که مثل من و شما یک زندگی معمولی دارن با یک حقوق نرمال، شاید هم از 60% از اقشار جامعه هم حقوقشون پایین تر باشه، به خاطر اینکه حقوقی که اینها میگیرن برای یک ساعت 8 ساعت خدمت شبان 8 ساعت خدمت نیست، بلکه برای یک ماه خدمتی هست که داخلش آماده باش دارن، ماموریت دارن، یعنی عمدتاً بیشتر زمانشون به جایی که در کنار خانوادهشون باشن سر خدمت هستن و بعضن برای این خدمت هیچ آماده باشی، هیچ تشویقی، هیچ حقوق اضافه‌ای رو نمیگیرن. ولی متاسفانه تو همین قشر هم یک دسته افراد داریم که برای خوشخدمتی بدون حقوق
یا حالا اون حقوقی که فرمانده میگیره میان اقدام میکنن به سرکوب هموطنهای ما. همینطور که داره در روزهای گذشته دیدید ویدیوهایی در فضای مجازی وایرال شده که عمده سرکوب هموطنان ما که به خاطر پوشش باشون برخورد شده توسط همین درجه دارها یا رتبه های پایین هستند که باعث شدن احساسات مردم جریحه‌دار بشه و یک قشر بزرگ، یک طیف بزرگ از جامعه رو سرکوب کنن. قشر بزرگ، طیف بزرگ از جامعه ما، زنهای ما هستن، شیرزنهای ما هستن که دوشا دوش مردهای ما داره مبارزه میکنن برای یک زندگی بهتر، برای یک زندگی نرمال، برای یک آینده روشن برای فرزندانشون. ولی این نیروهای مسلح، این پلیس ها شدن ابزاری برای سرکوب آرزوهای هموطنهای ما. عرض به حضور شما، ولی خب آدم اول به خودش ظلم میکنه. ما نیروهای نظامی رو داریم که واقعا از لحاظ حقوقی، از لحاظ معیشتی تحت فشار هستن، هیچ حمایتی ندارن، ولی به خاطر همین 6-7 میلیون، همین 10 میلیون حقوقی که داره میگیرن میان خوشخدمتی خودشون رو ثابت کنن و متاسفانه هموطنهای ما رو سرکوب میکنن. حالا یک سر جلوتر بریم بیشتر این بخش رو باز بکنم، چون من دوست دارم پله پله جلو بریم و شفاف سازی کنم که دقیقا پشت این پرده جمهوری اسلامی هیچی نیست، یعنی یک تبل تو خالی است که از داخل هم پوسیده. خب سپاسگزارم از توضیحاتی که دادی. تبل یه سوال اینجا پیش میاد، 6 میلیون 7 میلیون حقوق آیا ارزش اینو دارد که تو خیابون بیستن و تو سر هموطنان بزنن؟ و واقعا برای من سواله که چه حسی داره اون کسی که میاد باتوم دستش میگیره تو سر هموطن خودش میزنه، یا حالا اگه دوز بودن، اگه جانی بودن، اگه خلافکار بودن من درک میکردم این مسئله، ولی وقتی که مردم عادی هستن اعتراضم اعتراض به حقیه، اعتراضیه که همه مردم میخوان، حتی خانواده اون کسانی که در سرکوب شرکت میکنن. چجوری میشه که اینا به این نقطه میرسن که باز در سرکوب شرکت میکنن؟ حالا به خاطر یه پاداش کارت هدیه‌ای که 500 هزار تومان 1 میلیون تومان بود اواخر فکر کنم گذاشتیم به دستمون رسیده بود، 1 میلیون تومان بود یا 500 هزار تومان بود کارت های هدیه‌ای که داده بودن به نیروهای سرکوب 401، واقعا ارزش اینو داره که یه همچین کاری بکنه؟ عرض به حضور شما، نگاه کنید، ما چیزی که عموم مردم میدونن همین هست که شما فهمیدید، یعنی آیا ارزشش داره 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون حقوق بگیری و هموطن تو سرکوب کنی؟ ولی پشت این ماجرا یک داستان خیلی بزرگتری هست، داستانی هست به اسم جنگ روانی. جنگ روانی که جمهوری اسلامی 45 سال توش خبره شده، یعنی خیلی راحت با همین جنگ روانی بارها ما رو شکست داده، یعنی واقعا میتونیم بگیم، یعنی این شکستی که خدمتتون عرض میکنم، این شکست رو به جلو هست، یعنی ما یک مسیری رو میخوایم بریم که شاید هزاران شکست داخلش باشه، ولی مهم انتهای مسیر هست که هدفمون رو گم نکنیم. جمهوری اسلامی میاد با جنگ روانی که شروع کرده، همطور که در اعتراضات 1401 داشتیم، حتی فایل صوتی که خود فرماندهان نیروی انتظامی پشت بیسیم داشتن اعلام میکردن اون رو در فضای مجازی منتشر کرده. جمهوری اسلامی میاد با شهید سازی، کشت سازی عوامل خودی توسط عوامل خودی، نیروهای مسلح رو تحریک میکنه از لحاظ احساسات، از لحاظ عواطف تحریک میکنه که بخوان مقابل مردم بایستن. حالا این تحریک گاهن میتونه با کشت سازی باشه، بعضا میتونه با مسائل عقیدتی باشه، بعضا میتونه خیلی از خط قرمزها رو در بر بگیره، مثل ساختن اپوزیسیون های فیکی که یا افرادی که میان در خصوص مسائلی صحبت میکنن که اصلا هیچ ربطی به انقلاب نداره، ولی چون خط قرمز هست
اون نیروی مسلح که فکر میکنه جمهوری اسلامی داره درست میگه و اون نشونه ها رو میبینه، اون اپوزیسیون فیک رو میبینه، اون حرفا رو میبینه، خب میگه خب پس اینها درست میگن و اگر جمهوری اسلامی نباشه به مراتب مردم ما رو میکشن، شکنجه میکنن و هزار یک اتفاق. ولی اینطور نیست، ما قرار نیست که شورش 57 رو ادامه بدیم و اشتباهات گذشته رو دوباره انجام بدیم. ما میخوایم کشورمون آباد بشه، آزاد بشه و از شر خیلی چیزها، مسائلی باید رها بشیم که اینها نیاز بر این هست که جامعه شناسای ما، افرادی که در این زمینه تخصص دارن، بشنن روش کار کنن. چرا یک نیروی نظامی که قسم خورده حافظ خاکش باشه، حافظ هموطنانش باشه، میاد میبینه که جمهوری اسلامی خیلی راحت خاک ایران رو دو دست ادب تقدیم طالبان کرده ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده؟ به خاطر عدم آگاهی هست، به خاطر این هست که جمهوری اسلامی با یک جنگ روانی تونسته ما رو عرض به حضور شما مقابل هم قرار بده. خب درود میگم به جناب کامیارم اومد. آقای شهرتی اگه اجازه بدی ما جناب کامیارم داشته باشیم تو تصویر، ستاریش کنیم. آقای شهرتی صدای ما رو دارین؟ جناب شهرتی، آره دست در نکنه. مرسی رضا جان، توضیحاتت خوب و کامل بود. درود میگم به جناب کامیار. آره جناب کامیارم اومد. کامیار جان اگه این تصویر تو افقی کنی ممنون میشم، با خیلی سختی مشاوره گرفتیم. نه بک‌گراندت نیچه خود. آها اوکی شد، عالیه. دست دارم. صدا هم خوبه، دست دارم. یه ذره فقط ببر. آها الان اوکی، الان خوبه، عالی. آره اوکیه. الان تصویر شما هم میاد و ما شما رو هم خواهیم داشت تو تصویر. بله درود میگم جناب کامیار، پلیس ایرانی کانادایی. حالا باعث افتخار من امروز حضور دستم کامیار جان. حامد ما متاسفانه کاری برش پیش اومده و رفته بود، ببخشید این اشکالات پیش اومد، به خاطر اون کار ایمرجنسیه که پیش اومده. خدمت درس کنم کامیار عزیز. این من یه جایی داشتم میدیدم شما یه مصاحبه ای داشتید میکردید با یه عزیز ایرانی آمریکایی راجع به حقوق و مزایایی که توی کشور کانادا به عنوان یک پلیس داری. اگه میشه یه اینفورمیشن از خودت بده، بعد راجع به اونم ما با هم صحبت کنیم. امروز یه ذره میخوام چالشی باهات برم جلو، چون بچه های پلیس داخل بدونن که چه امکاناتی برای نظامیان خارج کشور هست. من ممنون میشم. خواهش میکنم. قبل از هر چیزی سلام و درود به خدمت شما آقای تمیزکار عزیز و همه بیننده های برنامه تون. کامیار ونیسا هستم، افسر پلیس ونکوور کانادا هستش. من 28 ساله که در پلیس کانادا، در پلیس ونکوور فعالیت میکنم و در مورد مزایا، در مورد کل، خیلی خیلی کلی میتونیم صحبت کنیم. در مورد یه چیزی رو خیلی دوست دارم که بگم که خیلی ها ممکنه ندونن، چون مخاطبای خودم هم خیلی موقع این سوال براشون پیش میاد. سیستم پلیس ایران، سیستم پلیس در اصل زیر مجموعه نیروهای مسلح هستش و جزی از نیروهای نظامی و ارتش هستش و این در آمریکا کانادا اینطور نیستش. ارگان پلیس و ارتش کاملا مجزا هستند و هیچ ربطی به هم ندارن و پلیس تقریبا اینجا پلیس فدرال هست، پلیس استانی هست در کانادا و پلیس شهری است و هر شهری مسئولیت داشتن پلیس خودشو داره، که پلیس اداره پلیس خودشو داره که زیر نظر دولت استان عمل میکنه و امریکا هم تا اونجایی که من میدونم یه همچین سیستمی دارن که باز مجزا هست از ارتششون و همینطور پلیس های استیت دارن
که ما اینجا میگیم استان، اونجا میگن استیت، و پلیس های شهریشون رو دارن و پلیس های فدرالشون رو دارن که تو قسمت های مختلف فعالیت میکنن. در مورد مثلا مزایایی که میخواستیم بگیم اینه که تا اونجایی که من میدونم پلیس کانادا یکی از حقوقش بالاترین حقوق رو توی پلیس های دنیا داره و از نظر خیلی چجوری بگم، مثلا پلیس خود وبسایتش من که اگه من, ب... من بگم من میونه کلامت من شنیدم جانب. که 200,000 دلار گفتی در سال حقوق میگیری تو اون مصاحبه. ببین حقوقش اینجوریه که شما یک بیس دارید، درسته؟ شما یک حقوق پایه دارید، حقوق پایه پلیس اونجوری که روی خود وبسایتشون اینجا تا میگن بین در حدود 80,000 دلار، 78,000 دلار در سال تا 120,000 دلار، 115,000 دلار کانادایی، که این حقوق پایه هستش. و این حقوق پایه ولی برای پلیس به خصوص تو این شرایطی که الان نیرو احتیاج داره پلیس، حالا بعد از جریان کرونا و اون اتفاقاتی که افتاد کلن خیلی همه نیروهای پلیس کمبود نیرو دارن الان، و برای همون چون کمبود نیرو رو جبران کنن، کسایی که الان در فعال هستن، کسایی که اکتیف هستن، پلیسا اکثرا دارن اضافه کار کار میکنن. واسه همین اونی که گفتم پایش ممکنه بین 80,000 تا 115,000 دلار باشه، 120,000 دلار باشه، ولی هیچ کس اون درآمد رو نداره. همه درآمدشون تقریبا یه برابر نیم اونه، چون وقتی که اضافه که کار میکنن حقوقشون برای اون روز اضافه کاری دو برابره. مثلا من اگه 10 ساعت اضافه کار کنم حقوق 20 ساعت رو بهم میدن، درست دو برابر میشه. مثلا همین خیلی هستن که اضافه کاریشون بالاست و تا 200,000 دلار هم دارن در میارن و ربطی هم به درجهشون نداره، درجه پایین سر خیلی پلیس های معمولی گشت هستن که چون اضافه کار زیاد دارن به 200,000 دلار هم میرسه، ولی دست خودشونه. اضافه کار اینجا اختیاریه، خودشون میتونن تشخیص بدن کدوم چه روزی رو میخوان کار کنن چه روزی رو نمیخوان کار بکنن و اجباری نیستش. و برای همون هستش که خیلی هستن که واقعا دارن خوب پول در میارن در پلیس، ولی پایش بین 80,000 دلار در سال و 115,000 دلار بدون درجه. این درجه رو کار نکنه. درجه های پلیس هم اینجا مثل همونطور که گفتم پلیس چون مجزاست از ارتش، درجه هاش فرق میکنه با ارتش. مثلا شما اگه نگاه کنید مثلا یک سارجنت توی پلیس با یک سارجنت توی ارتش کاملا فرق میکنه، مثلا نه مسئولیتشون یکیه نه رتبهشون نه درجهشون یکیه. مثلا همون از اون نظر هم یه تفاوتی هست بین سیستم پلیس و ارتش. درست. من این سوال برام پیش میاد که خب من یکی از فنای شما فالوورت هستم، سعادت اینو دارم که دنبالت میکنم میبینم چیه. ببین زندگی که داری یک زندگی نرمال و توأم با آرامشه، مثلا عصرها میری پیاده روی اون منظره های قشنگ و ازشون فیلم میگیری، یا چند وقت پیش با خانواده رفته بودی تشریف برده بودی هاوایی، تفریحاتت رو در موقع داشتی. این هر چیزی که هر نوع فشاری که میشه گفت این شغل پلیسی و این شغل پرهیجان و درگیری و اینا برات داره تو این فضا داری تخلیه میکنی، به انزمان امنیت روح و روانی که برات ایجاد شده تو اون فضا. خب پلیس های ایران اینو ندارن، حالا تمیزکار رضا عزیز میتونه خیلی بهتر راجبت وضعیت روح و روان پلیس ها توضیح بده، چون خودش بخشی از اون پلیسی بوده که جدا شده و شرایط سخت رو کشیده. واقعا چیزایی که من از تو میبینم که مثلا داری میری تو این فضا، آرامشی که هست، ورزشی که میکنی، مثلا اون مهد کودکی که با دوستانت رفته بودی بچه ها ریخته بودن دورتون، یه انرژی خاصی میداد.
واقعا اینا توی اون دوربینی هست که میگیری یا تو زندگی واقعی هم همین جوریه. اینا رو اگه برام توضیح بدی بعد میریم سراغ تمیزکار که راجع به شرایط سخت پلیس‌های داخل کشور صحبت. ببین نه هر چیزی که من روی من معمولا روی اینستاگرام و میگن که روی اینستاگرام همه چیزای قشنگ رو همه میذارن، ولی من روی اینستاگرام چیزی که دارم میذارم زندگی واقعی خودم هستش و تا یه مقدار خیلی زیادی هم نمیتونم همه چی رو بذارم و به دلایل مختلف، ولی کلن ما شیفتمون اینجوری هستش که ما 4 روز 12 ساعته کار میکنیم و 4 روز کامل استراحت داریم و تو اون 4 روز کامل هستش که اگه کسی بخواد اضافه کار کنه میتونه اضافه کار کنه، یا اینکه اصلا نکنه اون 4 روز رو کاملا بذاره برای خانواده یا برای هر کاری، برای استراحت، برای تفریح، برای گردش استفاده کنه. و یکی از چیزایی که واقعا ادارهای پلیس اینجا بهش اهمیت میدن این همین امنیت روح و روان افراد هستش. ما فکر میکنم ما 3 تا قسمت مختلف داریم که فقط دغدغه‌شون اینه که همه از نظر همه چی در آرامش روحی و روان باشن. یعنی ما مثلا حتی خیلی ساده بگم، ما مثلا میریم یه خودکشی، صحنه خودکشی، ما صحنه خودکشی که میریم بلا فاصله بعد که تموم میشه یه نفر زنگ میزنه، تلفن شروع میکنه زنگ زدن، از همون قسمت مربوطه یه تراپیستی، یک کانسلر زنگ میزنه و فقط میخواد بپرسه، میگه که همه چی اوکیه، چیزی نیاز نداری، میدونم اون کالی که رفته بودی، اون ماموریتی که رفته بودی یه ذره ماموریتی بود که خب آزاردهنده بودش و اینا، هر چی احتیاج داری فقط بگو، اگه تایم آف میخوای، اگه نمیخوای بیای سر کار یه روز دو روز آف بگیری، ما الان من زنگ میزنم مثلا به موافقت، همه چی هستش، اگه خواستی با کسی صحبت بکنی پای تلفن، یا اگه خواستی بری پلوی روانشناس، ما روانشناس خودمون هم داریم، بعد بلا فاصله زنگ میزنه، یعنی اصلا به چند ساعت نمیرسه که تلفن تماس میگیرن، که فقط واسه اینه که اون آرامش حفظ باشه، واسه که اون امنیت روحی و روانی براشون خیلی خیلی مهم هم هستش. و یه چیز دیگه اینه که اون 4 روزی رو که برای ما استراحت گذاشتن هم مواظبش هستن که کسی بیش از اندازه اضافه کار، برای اینکه خب پولشون خوبه، بعضی هستن مثلا یکی میخواد یه ماشین خوبی بخره، میخواد خونه بخره، میخواد هر کاری بکنه، احتیاج به اون پول اضافه داره که مثلا جمع‌آوری کنه بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه، ولی اونم مواظبن که کسی بیش از اندازه سر کار نباشه، اون استراحت لازمشو داشته باشه که آرامش روحیش حفظ بشه. و تمام اون کارهایی که چیزی ما وقت میذاریم برای اینکه بریم با بچه ها صحبت بکنیم، ما کلا یه قسمت مدرسه داریم، پلیسایی هستن که لباسای خیلی معمولی شخصی مثل بچه ها میشه شلوار جین و اینا، ولی هر کدومش تو مدرسه هستن که اگه بچه ها احتیاج داشته باشن باشون صحبت کنن، اگه مدرسه احتیاج داشته باشه اونا کارشونه. جز اون خیلی موقع هستش که مدرسه هایی که مدرسه بچه های کوچیک و اینا به ما زنگ میزنن یا اصلا به ما میگن که وقت داشتید بلند شید برید اونجا با بچه ها اختلاط کنید، با بچه ها چیز کنید که اون اعتماد پلیس به بچه ها از همونجا شکل بگیره. و اونا همشون جوریه. من یه چیز دیگه به شما بگم در مورد این که چقدر مردم واقعا به پلیس اعتماد دارن و مردم چقدر از پلیس متشکرن. ما رفته بودیم صبحونه بخوریم، الان بارها اتفاق افتاده مثلا بلند میشیم میریم یه جا بشینیم صبحونه بخوریم، همه تو یونیفرم مثلا 3 نفر 4 نفرمونیم میریم یه جا یونیفرم چیز بخوریم، بارها اتفاق افتاده بعد که رفتیم پول غذامون رو بدیم گفتن حساب شده، شما خیالت راحت باشه که کی حساب کرد؟ یه میزی اونجا نشسته بود اومدش پولش میز شما هم کلش رو حساب کرد، فقط گفتش بهشون بگید که مرسی که برای سرویستون، برای خدمتتون، خیلی متشکرم. این بارها اتفاق افتاده برای ما که هر جا میریم چیز میکنم، مثلا من خودم وقتی که حتی تو لباسم که نیستم وقتی که میرم بیزنس های ایرانی، حالا رستوران ما، حالا یا کافی شاپ یا هر چیزی که هستش، منو به محضی که بشنونش میشناسن اصلا از اونجا دیگه باید بجنگم باهاشون که پول بگیرم، نمیگیرم. بعد میگم حتی یونیفرم هم نباشه هم اینجوریه. بعد از اون نظر واقعا جایگاه پلیس در مردم خیلی بالاست و به همون نسبت هم خب
مسئولیت پلیس نسبت به همین جامعه‌ای که توش داره کار میکنه خیلی بالاست. یعنی اینکه خیلی کم ممکنه پیش بیاد پلیسایی باشن که بخوان یه ذره کج برن، واقعا در چارچوب اون قانون عمل میکنن و پولی هم که به پلیس میدن واسه همینه، واسه اینه که یه وقت وسوسه نشه بخواد بره مثلا قانون شکنی کنه، رشوه بگیره یا خلاف کنه، واسه همون کاملا در چی میگن تأمینن در رفاه که این اتفاقا نیفته. ولی آره اینی که چیز میگفتید که من آره همه چی چهار روزی که کار نمی کنم، تفریحم هستش، ورزشمو میکنم و با خانواده هستم، تمام این چیزا هستش و من فقط نیستم، من اکثر تمام همکارام همین، هر کسی برای خودش یک تفریح درست کرده که روزایی که کار نیستش داره حالا میرن ماهیگیری. مثلا من همکارم هستش که هر هفته باید بره ماهیگیری، قشنگ چیز داره، قایق داره و اون آرامش روحی روانیش اونه، سوار قایقش میشه با چهار نفر دیگه میرن برای خودشون وسط دریا و ماهیگیری و اینا، خلاصه اون تفریحش. خیلی هم عالی. رضا حرفای کامیا رو شنیدی؟ شرایط ارتش رو من میدونم، شرایط پلیس هم تو خوب میدونی. حالا درسته کامیار میگه پلیس جزء نیروهای مسلح نیست و اصلا جدا، خب ما هم لشکری کشوری داریم، یعنی همین تقسیم بندی ها تو ما هست، ولی اون جایی که تو فرهنگ ما جا افتاده کسی که سلاح با خودش حمل میکنه به عنوان نیروی مسلح شناخته میشه. زندگی پلیس ایران با زندگی پلیس کانادا که الان گواه اصلیش هم جلومونه چقدر فاصله داره؟ اینو برام بگو. عرض بزرگشان، من فقط اینجا بخوام یه دونه توضیح بدم برای زنام کامیار. داخل کانادا پلیس مستقل تر هست به خاطر که زیر نظر دولت هست، ولی داخل ایران چون فرمانده کل قوا کسی نیست جز خامنه ملعون، تمام دستورهایی که داده میشه، یعنی پیوسته برای سلامتی و حفظ خامنه ایه. یعنی از همینجا ما اگه بخوایم نگاه کنیم، همینجا مسیر پلیس اشتباه رفته. یعنی به جایی که حافظ کشورش باشه و به این فکر کنه که آقا هر رئیس جمهوری میاد، هر دولتی میاد، من وظیفم حفاظت از آب و خاک کشورم هست، هدفشو مسیرشو گم کرده و از یک شخصی که خودشو از همه داناتر و عاقلتر میدونه وظیفهشون شده حفاظت هست. این یعنی از اول مسیر اشتباه. کامیار عزیز توضیح داد، گفت که در هفته 4 روز 4 تا 12 ساعت شیفت هست، یعنی یه چیز 1 ساعت نرمال که بیسیکش هست. یعنی در ماه یک افسر حالا هر کجا که بخواد خدمت کنه باید 140 ساعت تا 160-170 ساعت در ماه خدمت کنه، یعنی یک حقوقی داره از همون 80 هزار تا یا حالا میگیم 10 هزار دلاری که داره واسه این 160-170 ساعته که ادامه اون میشه آماده باش، میشه حق ماموریتی که بهش پرداخته میشه. و خب مسلماً هر که برفش بیشتر، یعنی کسی که حقوق بیشتری میگیره خب معضلات بیشتری هم داره، بالاخره خونه ای باید داشته باشه سمت محل کار، بالاخره رفتن و آمدن همه این چیزها. حالا شما فکر کنید داخل ایران یک همچین چیزی هم هست، یعنی یک پلیس باید در ماه 140 ساعت 160 ساعت کار کنه، که در ایران خب یک حکومتی هست که اسلامی هست، در ماه اعیاد و مناسبت‌های مذهبی زیاد داره که تمام این اعیاد و مناسبت‌ها پلیس ما آماده باش هست، نه تنها پلیس بلکه سپاه، ارتش و خیلی از ارگان‌های دولتی آماده باش هستن و حقوق میگیرن به جز پلیس ما. یعنی پلیس اگر آماده باش باشه اون روز رو بهش میگن حقوق میدن، ولی اون حقوق میاد و اصلا تو جیب پرسنل نمیره، اون وسط گم میشه. بعد میرسیم به
عید و ماه رمضان هو که اصلا ونکوور نداره، نمیدونم یک ماه محرمه، یک ماه سفره، یعنی سه ماه که کلن این چیز شد. خب اینها هم که کلن همه عزاداری هست، یعنی کلن اون پلیس داخل یک جایی هست که حالا همه داره گریه میکنن، تو سر خودشون میزنن، بالاخره لحاظ روحی روانی آدم تحت فشار میذاره. در کنار اون خب پلیس وظایف مشخصی داره، همینطور که کامیار عزیز تعریف کردن، وقتی شما میری بالا سر یک کسی که خودکشی کرده، بالاخره انسان هست، انسان ناراحت میشه از دیدن رنج دیگران یا اتفاقاتی که پیش میاد. اون پلیس نمیتونه بعد از این ماموریت بره مثلا یک ساعتی پیش یک روانشناس، اون پلیس دوباره داره میره یک ماموریت بعدی، اون با کوی از مشکلاتی که داخل فکر سرش هست، مشکلات اقتصادی که داخل فکرش هست و اون چیزی که دیده در اون صحنه در اون ماموریت، داره میره ماموریت بعدی رو انجام. حالا که اون ماموریت بعدی چی میتونه باشه، الله اعلم، خدا میدونه. ولی خب اینها همه باعث میشن که به دراز مدت یک پلیس داخل ایران سطح اعصاب روان بگیره، جوری که وقتی داخل خونه بچهش ازش یک چیزی میخواد پرخاشگر میشه، همسرش چیزی ازش میخواد پرخاشگر میشه، نمیتونه اعصاب خودش رو به اعصاب خودش مسلط باشه، نمیتونه خشم خودش رو پنهان کنه، به خاطر که از همه طریق تحت فشار هست، همینطور که تمام ملت، تمام ایران همینطور تحت فشار هستن. ولی چون پلیس یک چیزهایی رو میبینه که کس دیگه نمیبینه، خیلی براش سخت‌تر پیش میره، چون هر چیزی که هست مربوط به جان انسان هست، متهمی که باهاش سر کار داره، متهم در طول پرونده داره تلاشش میکنه که فقط دروغ بگه خودش نجات بده. پس پلیس یک ذهنیتی داره که آقا همه داره دروغ میگن، یک ذهنیتی داره که آقا مشکلات روانی داره، نمیتونه با کسی صحبت کنه، به خاطر حالا محرمی، بعضی پرونده ها هستن که نمیشه صحبت کرد، موارد امنیتی هست، بعضی پرونده ها هست باعث میشه که شهروندان بترسن، نمیتونه به کسی بگه. اینها همه میاد فشار میاره و باعث میشه که یک اتفاقاتی پیش بیاد که هیچ کسی نتونه جلوش بگیره. من اینها رو، یعنی گفتن اینها، نه اینکه واسه اینکه مثلا مردم دلشون واسه پلیس بسوزه، من اینها رو میگم که پلیس دلش واسه خودش بسوزه و برای کشورش و بفهمه مقصر اصلی کل این داستان کس دیگه هست، مقصر مردم نیستن، مقصر اگر ما مشکلات اقتصادی داریم، مقصر اصلیش حکومت، دولت و شخص علی خامنه‌ای هست که یک ایران رو ویران کرده و با سوء استفاده از من پلیس، سوء استفاده از شمای ارتشش، سوء استفاده از اون بسیجی، از اون پاسدار، داره از منافع خودش پاسداری میکنه و ما راهی نداریم به جز اینکه یک بار هم جناب کامیار، خدمت جناب کامیار عرض کردم، ما هیچ راهی نداریم جز آگاهی. آگاهی یک مشعلی هست که نورش همه رو روشن میکنه، هیچ کسی آگاهی رو زیر تخت قائم نمیکنه، اون مشعل رو زیر تخت نمیگذاره، توی پستوی خانه نمیگذاره، اون مشعل رو بالاترین نقطه خونه میگذاره که نورش به همه بتابه. ما اگر بتونیم توی آگاه سازی، توی اینکه از طریق روانی مردم رو بازبینی کنیم، مشکلات رو حل کنیم، بگیم آقا مشکل اصلی چه چیزی هست، متاسفانه یک سری جنگ روانی هایی شکل گرفته که توی این 45 سال جمهوری اسلامی واقعا توش استاد شده و به خاطر اینکه با کشورهای دیگه هم تعادل نظر میکنه، نواقص خودش رو هم برطرف میکنه، ولی ما تو این 45 سال اصلا بهش نپرداختیم، به خاطر که اومدیم احساسی عمل کردیم، همونطوری که پلیس ما داخل خیابون احساسی عمل میکنه، فکر میکنه که آقا اون کسی که حجاب نداره دشمن اسلام، دشمن این هست، کسی هست که میگه آقا انقلاب بشه ما پلیس ها رو باید روی تیره برق آویزون کنیم. چیزی هست که توی این 45 سال جمهوری اسلامی به
ماها تدریق کرده تا بتونه خودشو نگه داره. ولی عرض به حضور شما این پلیسی که داخل ایران ما داره خدمت میکنه هیچ امتیازی نداره، چه لحاظ حقوقی، چه لحاظ حمایتی، چه لحاظ روانی. و این وظیفه ماهایی هست که دلسوز ایران هستیم، همه با هم دست در دست هم قرار بدیم و بخوایم کاری انجام بدیم تا بتونیم با خسارت کمتری، یعنی ما اگر نیروهای مسلح رو سمت خودمون داشته باشیم خسارت کمتری رو این انقلاب تحمل میکنه، یعنی بهای کمتری رو میدیم، چه لحاظ جانی، چه لحاظ مصونیتی که توی سال گذشته داشتیم، چقدر جوان ما به خاطر همین عدم آگاهی توسط نیروهای سرکوبگر مجروح شدن که ما میتونستیم خیلی راحت تر اینها رو پله پله انجام بدیم تا به اون چیزی که میخوایم، یعنی آزادی ایران ما و سرنگونی حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی برسیم. ببخشید طولانی صحبت کردم. خواهش میکنم، لطف کردی. عرض کنم خدمت شما که تمام اون پارامترهایی که گفتی کامیار جان توی اشل اون اساسنامه نیروهای مسلح هست، تراپیست، نمیدونم اون ساعتهایی که باید از کار جدا بشن، ساعتهایی که باید حتی برن دکتر، امکاناتی که باید در اختیار یک آفیسر قرار بگیره، حالا چه ارتشی چه پلیس فرق نمیکنه، این اشل بین المللی هست و همه تقریبا میشه گفت همه جای دنیا هست. ولی فرق اینجاست، همونجور که رضا خوب بیان کرد، عرض کنم خدمت شما که متاسفانه در ایران الان پلیس شده حافظ نظام و ازش به عنوان ابزاری استفاده میشه که اولویت داره بر امنیت مردم. در جاهایی میبینیم امنیت مردم تحت مخاطره است ولی میگن حفظ نظام اولویت داره بر امنیت مثلا فلان شهروندی که داره ازش سرقت میشه، داره بهش تجاوز میشه، تو مرحله قوت تا خودکشی قرار گرفته. این ضعفهایی هست که داخل هست. ضمن این که جز یک حلقه فرماندهی و مدیران عالی رتبه هر یکان رفاه اجتماعی دارن، رفاه اقتصادی دارن، بقیه پرسنل دارن دست پا میزن، یعنی اون دایره که عبور میکنیم از اون حلقه فرماندهی یه پله میایم پایین تر، کسایی هستن که فقط منتظر اینن وقت تموم بشه لباسشون رو درارن تا کنن بذارن توی ماشینشون برن اسنپ کار کنن، همون اوبر شما، رانندگی کنن، نمیدونم حتی کارهای مثل نگهبانی از پاساژ ها و گاراژ ها. و این واسه پلیس ننگه، یعنی یه کسی که اون اونیفورم رو تنش میکنه اصلا قابل تصور نیست که بخواد این کارا رو بکنه. میدونید چی دارم بهت میگم؟ این هاست که ما دوست داشتیم شما بیای و یک پلیس استاندارد به عنوان نمونه یک خدمت یک پلیس استاندارد صحبت کنی. بعضا این همکارای سابق ما که فراموش کردن استاندارد خدمت چی هست، با توجه به اینکه شما شاهد زنده هستی از استاندارد خدمت های مثلا در کانادا برای بچه ها بگی و بدونن که داره سرشون کلا میره، بدونن که اون راه اصلی اینی نیست که نظام درش اینا رو نهاده یا داره استثمارشون میکنه. این بچه ها به قدری تحت فشار هستن، خب از نظر اقتصادی، از نظر مسکن، از همه نظر تحت فشاره. متاسفانه عملکرد خوبی هم نداشتن، مثل اون فیلمی که همین چند وقت پیش منتشر شد، یه من نمیدونم اسمش رو چی بذارم، نمیتونم به اون شخص بگم پلیس، یک داعشی در یونیفرم پلیس تو گوش بانوی ایرانی زد و با اون توحش اونو کرد داخل ماشین. خب ببینید چی باعث میشه که یه انسان اینقدر اون جایگاه خودشو بیاره پایین، اون پلیس اینقدر جایگاه پلیسو به لجن بکشن، ببخشید واژه دیگه پیدا نکردم راجبش،
این ایناست که با هم جور در نمیاد. و خواهش من از شما برای همین بود که بیای بگی آقا استاندارد یک پلیس، خدمت یک پلیس اینه و ما ببینیم محبوبیت شما رو ببینیم. ولی الان میبینی، شما میبینی اگه یه پلیس کشته میشه به هر عنوانی، اصلا نیروی خارجی میاد مرزبانو میکشه، زیرش مردم میزنن بیش باد خوب شد. ببین اینقدر نفرت شده. در مقابل اون وقت شما توضیح میدی که من میرم تو خیابون یه محبوبیتی دارم که مثلا مردم بدون اینکه حتی من بشناسمشون یا ببیننشون میان پول صبحانه ما رو حساب میکنن میذارن میرن و از همون قدردانی، یعنی از یونیفرم شما قدردانی میکنن، نه از شخص شما، به خاطر اینکه امنیت رو بهشون هدیه میدی. این مشکلی است، این موزلی است که الان ما گیر کردیم توش و دوست دارم بچه های ایران، بچه هایی که تازه دارن این یونیفرم رو میپوشن و یا اونایی که دلشون با مردم هنوز سر اون پله دورایی قرار گرفتن، به اینجور برنامه ها توجه کنن و بتونن راه درست رو انتخاب کنن. و راه درست اونه که بیان محافظ مردم بشن، نه بر مردم باشن. این نکته‌ایه که ما دنبالش هستیم و هدف ماست. امیدوارم به این هدف برسیم. حالا فرمایشی دارید در خدمتتم کامیار جان. خواهش میکنم. نه همه اون نکته ای بودش که رضا جان بهش اشاره کرد در مورد اینی که کار پلیس کلان کاری که خشونت و منفی زیاد میبینه. خیلی موقع ازش ماموریت هایی هستش که خب چیزایی رو که پلیس میبینه خیلی از کسایی دیگه، مردم عادی، مردم معمولی، ممکنه تو تمام زندگیشون حتی یکی از اونها هم نبینن. به این دلیله که آرامش روحی و روانی پلیس اینجا بسیار بسیار مهمه برای اداره پلیس، برای سازمان. و اینی که شما داشتی میگفتی که این ترامایی که شما تا وقتی که قبلا هم اینجوری بوده، دلیلی که به اینجا رسیدیم ما که الان برای هر ماموریتی که یک ذره مثلا توش یه چیز آزاردهنده باشه بلافاصله تراپیست زنگ میزنه که صحبت بکنه، اینه که اون آزار و اون ترامای روانی که به شخص وارد میشه، به پلیس وارد میشه توی این ماموریت ها، این همینجور سر هم نیاد. چون اگه بهش کمکی نشه، اگه نتونه در موردش صحبت بکنه، کاری که میکنه اینو نگر میداره، این با خودش میمونه، اینو همه جا با خودش میبره و بعد از یه مدتی اینا دیگه مثل آتش فشان میزنه بیرون. اون موقع است که به خودکشی تبدیل میشه، که میدونیم توی نیروهای انتظامی ایران خیلی خودکشی زیاده، فشارا از همه طرف هستش و این تراما رو با خودشون میبرن تا اینکه 10 سال 15 سال 20 سال یا حتی بعد از اینکه مثلا بازنشست شده باشن هنوز اونا هستش و تازه شروع میکنه خودشون نشون دادن در رفتار اون شخص. و این چیزیه که اینجا به نتیجه رسیدن که جلوی اونو بگیرن که کسی اون تراما رو با خودش حمل نکنه تمام مدتی که خدمت میکنه و اونا همش باش برخورد بشه و کمکی که احتیاج داره بهش داده بشه که اون آرامشش حفظ بشه. در مورد محبوبیت پلیس ایران داشتید میگفتید که باورتون نمیشه که من از چقدر مسیج میگیرم از کسایی که از هموطنایی که تازه اومدن در از یه سال دو سال سه سال گذشته اومدن به کانادا، که میگن ما هنوز اینجا هم که هستش ماشین پلیس رو میبینیم میترسیم. میگن که ما یه جوری توی ایران از پلیس وحشت داریم، یعنی این فرهنگ شده کلا، اصلا شده برای چیز شده براشون تراما شده که میان اینجا هم اون لغت پلیس رو روی یونیفرم ببینن، روی ماشین ببینن، ازش میترسن، ازش وحشت دارن. و من همیشه بهشون میگم که این واقعا طبیعیه، این چیز طبیعیه که شما وقتی که یه چیزی رو به عنوان سمبل سرکوب و وحشت میبینی، اونو هر جا ببینی، هر جای دنیا فرق نمیکنه، هر جای دنیا ببینی ازش میترسی. و من همیشه بهشون میگم که برید با پلیس صحبت کنید، پلیس وظیفه‌ش اینجا که با مردم رابطه برقرار کنه. برید ماشین پلیس، بگو میخوام توی ماشین پلیس رو ببینم، بگو میخوام بشینم اینجا، بچه رو ببرید اونجا، همشون چیز دارن، همشون جایزه های کوچیک برای بچه ها دارن توی ماشینشون که به بچه ها جایزه میدن، اون اعتماد این شکلی دوباره بر میگرده، اون وحشت کم میشه. ولی اینی که گفتید کاملا درسته که مردم حتی به اینجام که میان هنوز از پلیس میترسن، فقط به خاطر تجربه های منفی و بدی که داشتن در ایران. چیزیه که به نظر من پلیسای ایران باید یه ذره
روش تعامل کنن که چرا جامعه خودشون انقدر ساپورتشون نمیکنه، انقدر پشتشون نیستش. حالا تنفر اینا رو کار ندارم، فقط دارم میگم که ببینم که چرا بله. چرا انقدر تفاوت هستش دیده همون آدمایی که از اونجا میان به اینجا فقط جاشون عوض کردن، دیدشون انقدر فرق میکنه نسبت به پلیس. کامیار جان من داشتم یکی از مصاحبه های فریبرز رو نگاه میکردم، فریبرز گرامی، یه حرفایی میزد راجع به نیروی انتظامی که میگفت مثلا شما اگه یه پرونده‌ای داشته باشید مراجعه کنی به کلانتری، مثلا میخوای شکایت نامه راجع به یه مسئله شکایت کنی، میگفت اول میفرستنت بری پوشه بخری، نمیدونم برگه آچار بیاری، فلان بیاری، خود دیگه ببین دیگه، یعنی خیلی مسخره است. کسی که مالشو باخته، حالا میگی مال باخته، حالا اصلا توی وحشت یه مشکل گیر کرده، بعد بری مثلا به پلیس پناه بیاری، پلیس اونجا اولین حرفی که بهت بزنه پوشه با خودت آوردی، کاغذ آوردی، برو بقال محل 10 تا خودکار بخر. جایگاه پلیس به نظر دیگه میمونه که مثلا بهش بگی آقا برو 10 تا خودکار بخر بیار اینجا، نمیدونم برو با کاغذ آچار بگی بیا. خب این وضعیت کلانتری هست، چه انتظاری دارید؟ مثلا میخواییم ما بگیم که بچه های پولیس شق و قمر کنند، یا مثلا تنها کاری که میتونن بکنن بچه های پولیس اینه که چشمشون رو باز کنن، همونجور که رضای گرامی گفت آگاهی، چشمشون رو باز کنن، واقعیت ها رو ببینن، نه اونی که رژیم میخواد بهشون القا بکنه. وقتی که ببینن در بین مردم خودمون این سطح تنفر وجود داره، قطعا کسی دوست نداره با تنفر زندگی کنه و راهش رو عوض میکنه. رضا جون بشنویم تو رو، 5 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. درود بر شما جناب سرداری، به نکته خوبی اشاره کردید، ولی خب این فقط به همینجا ختم نمیشه. اون پلیس هم که خودش تو اون کلانتری خدمت میکنه 3 دقیقه تو اون کلانتری خدمت میکنه، برای یک مرخصی باید به بالادستی خودش شیرینی بده، بعد بالادستی برای رسیدن به اون کلانتری باید به بالادستی ترش یه شیرینی بده، بعد بالادستی تره به خاطر رسیدن به اون استان باید به فرمانده انتظامی کل یه شیرینی بده. یعنی این سیستم فساد از بین نمیره، فقط از یک حالت به حالت های دیگری تغییر پیدا میکنه. بعد حالا فقط همونجا به چیز نظامی ختم نمیشه، خب قوه قضاییه، خیلی ارگان های دیگه هم هستن که تو این مسیر میتونیم بگیم همرده پلیس هستن، یعنی توی جنایت رژیم دست داشتن. امیدواریم فقط این عزیزان آگاه بشن، ببینن که آقا داخل الان دیگه به لطف خدا فضای مجازی اومده، همه میتونن ببینن داخل اروپا، آمریکا، این ور اون ور، چه پلیس چه مزایایی داره، چه معایبی داره، چه چیزهایی داره که ما نداریم، چه کارهایی میتونیم ما بکنیم که به کشورمون بهتر خدمت کنیم. امیدواریم که هر کسی هر ایده و نظری و عقیده و باوری داره فقط به یک چیز فکر کنه که ما فقط سرباز ایران هستیم و برای ایران باید جونمونم بدیم و از هیچ تلاشی دقیق نکنیم. خب سپاسگزارم از شما عزیزان، همینجور از عوامل پشت صحنه که این دقیقه دارن به ما نشون میدن. کامران جان باعث افتخارم بود، کامیار عزیز گرامی در خدمتتون بودیم، ببخشید اگه کمی کسری بود، تجربیات اول منه، من خب حامد نبوده جاشه گرفتم. رضا متشکرم تو این برنامه حضور پیدا کردی، مثل همیشه جزء عوامل اصلی هستی و خیلی خوبه که با ما هستی، ازتون سپاسگزارم، از آقای شهرتی، از دوستانی که حالا اسمشون رو آوردیم و اسمشون هم نیاوردیم، ما رو یاری میدن تو اینجور برنامه ها، سپاسگزاری میکنم. عوامل تلویزیون پارس که این تریبون رو در اختیار ما قرار دادنم سپاسگزارم، عرضی ندارم، به درود میگم همه شما عزیزان و بینندگان. خدا نگهدار. سال تو را مختوم میکردن صدا، تو تصویر ما را به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چیزی تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است.
موزن.